بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سلیم جان، میشه که شما بگوین این قسمت پری سنترال جایره است؟ نه، ناحیه که بله، پری سنترال قرار داره، موتور است یا سنسوری؟ پری سنترال موتور می باشه، پوست سنترال با چی قسم است؟ سنسری. سنسوری می باشه. بسیار خوب دکتر صاحب. فاطمه، شما میشه که بگین این ناحیه که به نام بروکا یاد میشه، این ناحیه در کجا قرار داره؟ بروکاریا د فرونتال لوبس د انفیریور فرونتال جایرس هم میتونیم بگوییم. فرانتال لوب یا انفیریور فرانتال جایرس؟ تسوال های یو اولد کس امیر آمارده. انفیریور فرانتال جایرس آمده در ذهنتان باشه. دکتر سیف سیزاده، شما میشه که بگین ناحیه ویرنیک در کجا است؟ باست د تمپورال است، د سوپیریور تمپورال جایرس. سوپریور تمپورال جایرس. این دو سوال در یول شما چی کردین جواب دادین؟ خب دکتر سبتیق جان، اینی آرکویت فسیکوله است چی میکنه؟ آرکویت تازی کنکت میکنه ای سیلو با فرانتال پاریتال و چی تمپورا تمپورال کی برا خرک کنه کت، یعنی کنکشن ایجاد میکنه با این بانچنان بروکا و ورنیکی را کنکت میکنه. میکنه. بسیار خوب، در کجا رول داره؟ در کدام عمل رول داره؟ آرکوید فاسیکول است؟ استاد یک چیز گفته بودیم، نه چی گفته بودیم؟ تکرار کردن گپ در در ریپیتیشن، کندکشن. مثلا ریپیتیشن. دکتر سیف سیزاده درست گفتن، در ریپیتیشن یا در تکرار چی داره؟ رول داره. اگر دکتر سیف تیغجان آرکوید فاسیکول است خراب شود چی میشه؟ چی به وجود میاد؟ یک افیجیایی که تکرار میشه، کندکشن افجه بود. کاندکشن افیجیا یا کاندکتیو افیجیا میتونه تشکیل شود، یا کاندکشن افیجیا میتونه به وجود بیاد. گفتیم افیجیا کس میشه که ما سه حالت بگیم: کسی که گپ زده نتونه، یعنی اکسپرشن کرده نتونه، یا کسی که کامپرهنشن کرده نمیتونه، گپ میزنی گپ نمیفهمه. صحیح است؟ او کامپرهنسیو افیجیا یا ویرنیگ افیجیا گفته میشه، یا مثلا ریسپتیو افیجیا گفته میشه. بعضی کسا از ریپیتیشن کرده نمیتونه، این هم در جمله افیجیا میره. دکتر صاحب وای جان، صدای مرا دارین؟ اینی بروکا که است چه قسم افیجیا است؟ اگه خراب شوه نوعی بروکا در فرانت لوب چه قسم افیجیا تشکیل میشه؟ پیشتر گفتیم چه قسم افیجیا تشکیل میشه؟ اکسپریسیو افیجیا تشکیل میشه، نه یا بروکا افیجیا تشکیل میشه. نام دیگه بروکا که از اکسپریسیو افیجیاس، یعنی گپ خود زدن نمیتونه، اکسپریشن کرده نمیتونه. صحیح است؟ یعنی کنده کنده بسیار زیاد گپ میزنه، گپ پایش هم نمیفهمی. صحیح است؟ ایره میگن اکسپریسیو افیجیا. خب ایره یاد گرفتین؟ نه. نای ویرنی که باز افیجیایش چی میگفتن دکتر سمیمال؟ افیجیایی که در نای ویرنی است اگر خراب شود می ناحیه ریسپتیف ریسپتیو افیجیا میگن، یعنی ریسپت کردن نمیتونه، گرفتن نمیتونه، گپ گرفته که نتونست کامپرهنش کردن نمیتونه. نه، نمیخواد این میگه ریسپتیو افیجیا. دکتر سبینی، نایا که از متوجه باشین، اکثرا در اکثریت ما و شما که از همون لوبی که در برین دامینیت می باشه، راست است یا چپ؟ چپ استاد لفت دومیننت چپ می باشه، بیشتر چپ چپ می باشه. استاد دکتر صاحب هاشمی درست گفتن چپ می باشه. متوجه باشین، یعنی بیشتر که اگر قسمت های چپی برین اگر استروک می خوره بازی نوایی می تانه بیشتر چی شوه؟ امپیر شوه. تو نیست که در بعضی کسا که از اینمی نوایی در طرف راستش هسته، اما در اکثریت مردم که از طرف چپش هست، نوایی بروکا نوایی ویرنیک در طرف چپش هست. خب یک چیز دیگر هم یاد بگیرین، افیجای بروکا یا هم افیجای ویرنیک که از بیشتر در بیس استروک در ام سی ای به وجود میاد، ایرم در ذهنتان باشه. از اینجا ام سی ای استروک، هر زمانی که این قسمت ام سی ای یا میدل سربرال آرتری ها اگر چی شوه اینولف شوه، باز اینا که از انمی نواهی را خون رسانی میکنه، نواهی بروکا و نواهی ویرنیک سپلای میکنه. هر زمانی که اینولف شوه باز میتونه که اینایی هم خراب شوه. باز در بیسی از او ام سی استروک یکی از چیزهایی که میتونه به وجود بیاد بروکا افیجیاس یا هم ویرنیک افیجیا میتونه باشه. این رو یاد دارین؟ نه، یاد گرفتین. ما اگر شما پرسان بکنم نوعی سبتالامیک نیکلیاس چی افراز میکرد؟ سبتالامیک نیکلیاس چی افراز میکرد؟ سبتالامیک نیکلیاس نیورو ترانسمیتری که افراز میکرد چی بود؟ گابا بود یا گلوتامیک؟ گلوتامید گلوتامیک بود.
گلوتامیدی که افراز میکرد اگزایتی تری بود، بالای کدام نوع تحصیل میکرد؟ جی پی آی آفرین، گلوبوس گلوکوز پالیدس انترنوس. انترنوس تاثیر میکرد. این حال وقتی که ای تنبیه میکرد گلوبوس پالیدوس انترنوس، باز چی فایر میکرد؟ گابا گابا فایر باز گابا که فایر میکرد، گابای فایر شده بالای کلوها تاثیر میکرد، تلاموس. بالای تلاموس تاثیر میکرد، نه بالای تلاموس یا ریلی استیشن اف دی بادی چی میکرد؟ تاثیر میکرد. ای در کدام پتوی بود که سب تلامیک نیوکلیاس انوولف بود؟ indirect indirect ده این دایرکت پتوی چی هست؟ دخیل است. متوجه باشین به خاطر اون همی کار که میکنه باعث از این میشه که گابا بالاخره از جی پی آی افراز شوه و بالاخره تلاموس نهی بکنه. تلاموس که نهی کرد، تلاموس های به کورتکس سیگنال میته؟ نه میته. وقتی می داد موشن دیکریز میشه. شما خواندین که در این دایرکت پتوی موشن دیکریز میشه، درست است؟ خب اینال در دایرکت پتوی باز چه قسم بود؟ آیا سب تلامیک نیکلیای دخیل بود یا نبود؟ نبود نبود نیوکلیای دخیل نبود. از استرایتیوم چی میامد همیشه؟ همیشه از استرایتیوم چی میامد؟ هم در دا دایرک هم در دا این دایرک؟ گابا همیشه گابا گابا میامد. باز جایی که گابا تاثیر میکرد تفاوت داشت. در دا دایرک شما اینجا چی را خواهدنی که بالای خود جی پی آی تاثیر میکنه، اما در دا این دایرک از بالای جی پی ای تاثیر میکنه. در دا این دایرک باز اون جی پی ای با سب تلامیک نیوکلیای چی داره؟ ارتباط داره که بعد از او باز بیشتر میره برتان رسم کردم. یعنیش یعنی فقط این پوینت ها رو بگیرین کار میده. خب تو اگه پوش به پوش یاد کنی والا تو میشه و تو میشه تو میشه پوینت هات بگیرین، مثلا در سب تنام نیوکلیوید کدامش دخیل است، یک پوینت دیفرنشیتینگ می باشه. یا مثلا این پوینت یاد بگیرین که از استراتیوم در هر دو پتوی مثلا گابا افراز میشه، اما این گابا در دا دایرکت میتونه بالای جی پی آی تاثیر بکنه، در این دایرکت بالای جی پی تاثیر میکنه. سیز یا مثلا جی پی آی که از باز میتونه با تالاموس ارتباط داشته باشه، ایره در ذهنتان، همیشه گابا افراز میکنه دیگه. در اینجا با سب تالام نیوکلای گلوتامیت افراز میکنه که اگزیکیتوریز همیشه از کورتکس می گلوتامیت می بالا استراتیوم که استراتیوم تنبه میکنه که پویس از این میشه که استراتیوم تنبه کشه و گابا افراز شه، هم دای دایرکت و هم در این دایرکت. اینی که پویس یاد بگیرین انشاءالله براتون بازیمی چی میشه؟ ساده میشه. خب بچه یک سوال داشتم میجه دمی اگه وقت داشته باشین. بفرمایید. وقتی که از دایرکت پتویش اگه سعی کنیم اینجا گابا تاثیر کرده بالای جی پی آی، درست است؟ بالای جی پی آی پس گابا چی میکنه؟ تولید یعنی میکنه تولید اگر میکنه دکتر زر. ببینید همین گپ ها ما روز برتون گفتم، این استراتیوم که گابا تولید میکنه، این گابا اینهیبیتوری است یا نه؟ بله گابا انهیبیتوری است. اینهیبیتوری است به این معنی جی پی آی اینهیبیت میکنه. اگر جی پی آی اینهیبیت نشه و گابا افراز میکنه دکتر سی، اگر جی پی آی اینهیبیت نشه گابا افراز میکنه، چون اینال از استراتیوم برش گابا آمده، اینال او اینهیبیتوری است گابا، پس جی پی آی نمیبانه که گابا افراز کنه. وقتی گابا افراز نکد گابا موجود نمیباشه. وقتی گابا که موجود نبود به می خاطر در دایرکت پتوی موشن زیاد میشه، چون نمیمونه جی پی آی گابا افراز کنه. وقتی گابا افراز نکرد دیگه تلاموس از انهیبیشن دور میشه، نارمالی را انهیبیت میکنه جی پی آی، جی پی آی نارمال انهیبیت میکنه، چون از استراتیوم برش گابا میه ای را نهی میکنه. وقتی که نهی شد یک چیزی که نهی شود اجرات آیا محصول تولید میکنه؟ نه نمیکنم. نارمالی محصولش گابا است. وقتی که تولید نکرد در دایرکت پتوی به از جی پی آی گابا افراز نمیشه. وقتی گابا افراز که نشد دیگه تلاموس از زیر انهیبیشن ریلیز میشه، میتونه آزادانه سیگنال بده کورتکس. وقتی کورتکس سیگنال داد موشن زیاد نمیشه. میشه بله. خب این گابا که تولید شده مربوط استین است میباشه نه؟ استین تاثیر کرده که از جی پی آی گابا تولید شده نه؟ بله، چون این استیمیلیتوریز دکتر زمینه خطایی که سبز از استیمیلیتوریز، یعنی یک چیز تو تا چی کنی من براتون گفتم نه، اول جی پی آی که از کارش تولید گاباس، اینال اگر سرش کدام سیگنال به یکی انهبیت بکنه گابای خود تولید نمیکنه چون انهبیت شد. اگر سرش یک سیگنال به یکی تنبیه بکنه، مثل از اینکه مثلا از سب تلام نیوکلیس سرش گلوتامیت می، گلوتامیت نرمال جی پی آی اندیوس میکنه. ببین گلوتامیت که است استیمولیتوریست یا اگزایتی توریست، وقتی که اگزایتیشنش به وجود آورد اجرات جی پی آی کارش تولیدی گابا است. وقتی که تنبیه شد گابا تولید میکنه، گابا تولید کرد در این خود چون در این دایرکت پتوی است، گاباش میره و سر تلاموس انهیبیشن به وجود میاره. وقتی که انهیبیشن داد سیگنال ها رو به موتور کورتکس تلاموس نمیده، وقتی که نداد موشن دیکریز میشه در این دایرکت پتوی. گرفتین دکتر صاحب ایمل جان؟ بله تشکر استاد جان. بله با این شکل هست، نمیره هر کس چی میکنه دکتر صاحب، نمیره هر کس اشتباه میکنه. زیسته به خاطر که من
یعنی تیرش دیدم از چی نشان داده بود از این خاطر مپرسان که اینده خب بسیار چم خوب تیر کردین، سر خواهد خوب کردین که کلی دوستای بله. دیگه متوجه نشده باشن، چون اکثرا ما دیروز ما گفتم نه کمی بعضی از ساختمان ها رو نام گرفتم و کارشان هم ایسته، نه کارشان هم ایسته، مثلا بالای جی پی آی که از با تالاموس هم ارتباط داره، مثلا یک سیگنالی که انهبیت کنی خب معلوم دار است که اما اجره که انهبیت میشه دیگه، و نارمال چیزی که تولید میکنه و از تولید از او چیز میبانه، مگر اینکه یک چیزی بالایش باید که استیمولیتوری باشه، وقتی که استیمولیتوری باشه تنبه میشه، یک تنبه شد دیگه کاری از ایسته که ای آیا محصول انهبیتوری ساخته یا محصول استیمولیتوری ساخته، خدا داده یک محصول انهبیتوری برای ازی داده که هر زمانی که تنبیه شود گابای خود تولید میکنه، درست است به این شکل است، این هم در ذهنتان داشته باشید. خب بیاین من یک سوال دیگه بکنم از دکتر سیب مرتضی، هستن دکتر سیب مرتضی نیستن، دکتر سیب کی هستن دیگه، دکتر سیب الهه شما درس ها رو میخوانین دکتر سیب؟ نه متاسفانه استاد نتونستیم. خب خیر است، باز کوشش کنین خیلی درس ها روزمره چی کنین برسانین، درست است؟ خوش کسایی که نرساندن برسانن که باز درس ها سرشان زیاد میشه، درس های نیورولوژی خوب است که هر روز دیگه درس ها خیر، اما نیورولوژی رو هر روز باید شما در ذهنتان داشته باشین که باز زیادتان نره. خب بیاین اینال شروع میکنیم درس جدیدی خود دیگه، مسئله هایپر ونتیلیشن هم یادتان باشه، کاربن دی اکساید دیکریز میشه، سریبرال ویزو کانستریکشن میته و دیگه کوشنگ ریفلکس هم یادتان باشه دکتر سید، کوشنگ ریفلکس هم باید یادتان باشه. خب من پیش از اینکه درس شروع کنم و از دکتر صاحب سعیدزاده پرسان کنم که کوشنگ ریفلکس کدام کامپوننت ها را داشت؟ کوشنگ ریفلکس هایپرتنشن داشت، برادیکاردیا داشت و ایرگولر بریتینگ داشت. چرا هایپرتنشن میداد؟ دبیس بالا رفتن چی بود؟ دبیس فعال شدن کدام ریسپتور ها بود؟ هایپرتنشن که به وجود می آمد؟ ریسپتور های بارو بود یا ریسپتور های کیمو بود؟ کیمو ریسپتور ها که فعال آفرین، کیمو میشه بعد از ریسپتور. این باز فشاردن. کوشنگ ریفلکس نارمالی به دکتر سایبا که از دکسایی به وجود میاد، یک ریفلکس است دکسایی که آی سی پیش بلند است، اون افراد در مقابل آی سی پی بالا خدا برشان یک ریفلکس داده، صحیح است، یک عکسه برشان داده، چی کار میکنه؟ به خاطر از اینه که امو مینتین شوه سریبرال پرفیوژن و برین. خب چه قسم مینتین میکنه؟ شما میفهمین که وقتی که نره دیگه خون آی سی پی بلند است، نورمالی آی سی پی هم شما یک فرموله خوانده بودین دکتر سبتیق نیست، سریبرال پرفیوژن پرشر رو خواندین که سی پی پی مساوی با چی میشه؟ مساوی نمیشه دو مین آرتریال پرشر منفی آی سی پی. همی کار بود، وقتی که آی سی پی رو بالا بکنید، تو وقتی که از یک مقدار بالا سابتراکشن بکنید آیا سریبرال پرفیوژن پرشرت پایین نمیاد؟ پایین میاد. و یا نرمالی گفتیم سی پی پی که است با آی سی پی رابطه معکوس داره، سریبرال پرفیوژن پرشر، هر زمانی که آی سی پی بالا شد بدن ما شما پرفیوژنش چی میکنه و برین کم میکنه، سریبرال پرفیوژن پرشر پایین میاد. خب معلوم دار است که فشار هم پایین شد دکتر سیبا، پرشر سریبرال پرفیوژن پرشر پایین میاد، یعنی به این معنی که سی پی پی یا سریبرال پرفیوژن پرشر با ام ای پی رابطه پروپورشنال داره، یعنی رابطه متناسب داره یا دایرکتلی پروپورشنال است، و با آی سی پی که از indirectly proportional است، این رابطه چی داره؟ معکوس داره. این حال ببینید آی سی پی کسایی که بالا می رود دکتر سایبا در یک کوشنگ ریفلکس ما شما داریم، این کوشنگ ریفلکس که از به خاطر از اینکه پرفیوژن پایین می آید طرف برین هایپر کپنی تشکیل می شم را با اسیدوز، تو هر جایی که اکسیژن نره در اوجا لاکتیک اسید تولید زیاد می شه، لاکتیک اسیدوز می تانه اسیدوز به وجود بیاره، تولید لاکتیک اسید و پی اچ پایین کنه و از طرف دیگه خون نمیره و هایپر کپنی تشکیل میشه دکتر سیب، یعنی کاربون دی اکساید ها چیم بالا میره در خون. اینا الان همین دو کاندیشن گفتم باعث از این میشه که کومو ریسپتور ها را تنبیه بکنه، اما تو بود نه اینا وقتی کومو ریسپتور ها که تنبیه میشد سیستم فعال میکرد، سمپاتیک فعال میکرد، اینا سمپاتیک باز فشار بالا میبرد، اینا فشار که بالا میره و باز ریفلکس برادیکاردیش دکتر سیبتیق دبیسی فعال شدن کدام ریسپتور بود؟ بارو ریسپتور. بارو ریسپتور گو باز دبیسی ازو میتانیس ریفلکس برادیکاردی چی شوه تشکیل شوه، ای هم در ذهنتان میکانیزم آف یا پتویش یادتان باشه. بیاین بالای هامانکولاس میخوانیم، هامانکولاس خدایی چی ببینین در این توپوگرافی که براتان در مغز دادم، ایره کم سمال بکنم، در این توپوگرافی متوجه باشین ببینیم قسمت های متفاوت بدن شما روی کورتکس مغز میبینین نمتوست یا نه؟ اما بله ببینیم قسمت های متفاوت بادی ما و شما که از روی یک کورتکس مغز نشان داده شده. خواه دکتر سه ببینید یک طرفش برای ما نشان داده، این طرف اگر ما راست بگیریم این طرف طرف چپ میشن، ما و شما در برین که از در دماغ کنان یا سریبروم که از دو همیسفر داریم، نه رایت همیسفر و لفت همیسفر، اما تو بود دکتر سه بطیق
بله و در جدا شدن از اینا کدام جن رول داشت؟ جدا که می شدن اینا یک بودن، نه مثلا با نام فار برین بودن یا پروس انسفالون نامش بود. باز بعدا این تقسیمات می شد و با کدام قسمت ها تقسیمات می شد دکتر سبتیق جان؟ به دو دانه تقسیمات. رایت تو لفت اسپرم شد و ساز اس اچ اچ بود. آه اس اچ اچ بود، آفرین. نه ما از یک ویزیکلی که به نام فار برین داشتیم یا پروس انسفالون داشتیم دو دانه ویزیکل داشتیم. هم دو دانه ویزیکل کس نام گرفته میتونه برای من؟ چی بود ویزیکلاش؟ دای انسفالون؟ آه اینمی بود. نه اینمی قسمت ها دو دانه ویزیکل های چی بود؟ دو دانه ویزیکل های مثلا یک همی دای انسفالون تا نشونی بود دیگه نشنیدم. این به دو ویزیکل چی میشه؟ تقسیمات میشه. آه بله. این حالا ببینید تل انسفالون که هسته اینمی تل انسفالونی که دکتر سب سعیزاده گفت اینمی باز خودش به دو همسفر تقسیمات میشه. تل انسفالون او پایینش خود دا انسفالون همون گپی هایپو تلموس تلموس او گپا ده او میاخ درست هست؟ او ده او جا میاخ. باز قسمت تل انسفالونش که هسته اینی باز به دو همسفر تقسیم میشه، همسفر راست و همسفر چپ تقسیمات میشه. اگر تقسیمات نشه کدام کاندیشن به وجود میامد؟ هالو هالو پروزنسفالی با کدام کاندیشن اسوسییشن داشت یا کاندیشن داشتیم؟ فیتال الکوهول سندروم. آفرین. در فیتال الکوهول سندروم که موست کامن کاز آف دیکریز آی کیو می باشه، یعنی موست کامن کازش در تمام دنیا که است اگر اوورال بگیریم یعنی اف ای اس یا فیتال الکوهول سندروم می باشه که دو جواز 10 فر میلیون بار در بعض از اسموت فلترومی چیزا که است بسیار نشانه های سپسیفیک برزی کاندیشن می باشه که شما در ذهنتان ایره بگیرید. درست است؟ خب اینا لی میم خب اینا لی فهمیدین دیگه این سی همسفر کا از کجا اومد. اینا لی یعنی همسفر طرف راست ما شما که از بعضی نوایی که از دکتر سیوا این راست ما شما چپ ما شما را کنترل میکنه و چپ ما شما راست ما را کنترل میکنه. شما به این شکل ایره یاد بگیرید. شما در اینجا براتون من راست و چپ گفتم، در اینجا باز یک هامونکولاس موتور را براتون دادم، یک طرفش هامونکولاس سنسوری را براتون دادم. شما ایره موتور را گفتم در نظر نگیرید، اگر شما ایره دو قسمت در نظر بگیرید رایت تو لفت اگر در نظر بگیرید همسفرهای رایت و لفت شما به می شکل باز پیش خود دیگه چی کنین اسیوم بکنین یا پیش خودمون تخمین بکنین طرف راست ما شما طرف چپ را کنترل میکنه، چپ بادی را کنترل میکنه و طرف چپی که در مغز است باز طرف راست بادی ما شما را چی میکنه کنترل میکنه. خب در طرف راست در اینجا براتون یک ماتور هامونکولاس داده. ماتور هامونکولاس خب من براتون پیشتر هم گفتم و قبلا هم شما خوانده بودین، ما گفتیم ماتور هامونکولاس به این معنا که ما بعضی از نواحی در کورتکس البته در سریبروم داریم که مو موتور کنترل میکنه. مثلا ببینید شما در قسمت های بالا براتون که در طرف های میدیال است، شما ببینید در این همسفر یک طرف های میدیال میباشه، این طرف میدیال یا طرف اونسی معنا میده، یک میدل است یک بین معنا میده، نه یک میدل بین معنا میده. باز ما یک اصطلاح میدیال داریم، یک میدیال داریم یک لترال داریم. هر چقدر از میدلاین به میدلاین یک چیز نزدیک باشه، فرض مثال اگر ما به شما همین ناحیه را میدلاین بگیریم چون این در طرف هم میدلاین هست این را میدیال میگیم، این طرف های دیگه ایش که در این طرف های چی هست این را لترال میگیم. در اینجا براتون در این همسفرا سه ناحیه را براتون نشان داده، سه تریتوری که توسط سه دانه آرتری چی میشه سپلای میشه. اینو یاد داشته باشین. حال در سرکل اف ویلس اگر وقت مون باز بخیر مو شما سرکل اف ویلس هم میخوانیم. این قسمت هایی که میدیال میباشه در قسمت های میدیال همیسفر میباشه این نواحی مو شما توسط ای سی ای سپلای میشه دکتر سیب یا انتریور سربرال آرتری. حالا شما باز اینا میخوانیم که ای سی ای کی است از کجا میاد در سرکل اف ویلس اینا مطالعه میکنین این قسمت. اینا لی این نواحی دیگه که طرف لترال میه این قسمت ها که از توسط MCA یا Medial Cerebral Artery چی میشه؟ سپلای میشه. این را همیشه شارت استفاده میکن. ACA فرض مثال برای زی استفاده میشه. Anterior Cerebral Artery MCA برای زی ناحیه. این قسمت های دیگه که پشت سر میمونه Posterior Cerebral Artery میگن. توسط از این ناحیه چی میشه؟ سپلای میشه. این سپلایش شما بفهمین به خاطر از اینکه فوق العاده باز دستورگاه و چیزا چی میباشه اهمیت داره. خب اینا لین این نواحی که در طرف میدیال کورتکس می باشه شما ببینیم پای براتون رسم کرده این ناحیه چی می باشه؟ پای نیسته؟ ناحیه چی هسته؟ پای می باشه نه؟ آه پای هسته های پای زیر بگه لاور اکستریمیت نه؟ پای در لاور اکستریمیت می همون نه؟ یا نه؟
بله الله ببینیم است. برتون نوشته کده توز، باز انکل نوشته کده ایجا مثلا باشه، لکه پای است، باز زانو می باشه، باز هپ می باشه، باز ترنک می باشه. این قسمت ترنک، این قسمت های ترنک ما شما است. اینمی که از دکتر سایبا، این به این معنا که اینمی قسمت های بدن ما شما که است، یعنی قسمت های بدن ما شما که است توسط قسمت هایی که در میدیال همیسفیر هستن، در این قسمت ها چی میشه؟ کنترول میشه. گرفتیم گپا؟ توسط از این نوایی چی میشه؟ کنترول میشه، کنترول میشه. خب این حال وقتی که ما این طرف بریم، طرف چی بریم؟ طرف دوست برویم، خب یک لاور اکستریمیتی شد جمع ترنگ که توسط قسمت های میدیالی که در سربرال همیسفیر هستن توسط از این نوایی چی میشه؟ کنترول میشه. خب این حال کنترول شد، سپلای از این آیه توسط چی است؟ توسط ACS یا Anterior Cerebral Arteries. این حال ببینید دکتر سیوا، اگر اینمی ACS استروک موجود باشه، فرض مثال استروک است دمو تریتوری که ACS چی میکنه؟ سپلای میکنه دکتر سیوا، آیا همین نوایی بدن ما شما ضعیف نمیشه؟ میشه این ضعیف میشه، چون این نوایی که است توسط ACS سپلای میشه. این حال ببینید دکتر سیوا، اگر من گفتم من میره طرف راست در نظر بگیرم، طرف راست در نظر بگیرم، اگر اینمی نواحی را استروک بزنه، اینمی قسمت ها یا ریژن هایی که در مغز هسته که ریژن ها هم گفتم قسمت های لاور اکستریمیتی، اینا رو شما دیگه به نام لاور اکستریمیتی بشناسین، همیشه لاور اکستریمیتی ویکنس میگه، آیا ویکنس در لاور اکستریمیتی به وجود نمی میاد؟ در کدام لاور اکستریمیتی؟ لاور اکستریمیتی طرف راست یا لاور اکستریمیتی طرف چپ؟ left side. آه left side. چپ. متوجه باشین طرف چپ. اینا متوجه باشین کسی که lower extremity طرف چپش اگه weak باشه، ضعیف باشه، به با این مناسته که the right territory ACA حتما چی آمده در اوجا یک قسمت چی شده؟ استروک خورده. استروک خورده سبب ضعیفی چی میشه؟ طرف مقابلش میشه یا کانترا لترالش میشه. این حال وقتی که طرف چی بیم دکتر سیبا؟ طرف لاور اکستریمیتی گفت می نوایی رو بگیم، اگر ما طرف اپر اکستریمیتی بیم، یکی دوست میه در اوجا، یکی دوست میه، یعنی قسمت ها دوست میه، باز شولدر میه، ببینید شانه است، باز یعنی چی میگه ایجا البوست یا دیگه، باز یعنی بند دوست میه، باز خود دوست میه، دوست کلان رسم کرده به خاطر از اینکه اینا یکی از زیاد انرویشن داره دکتر سیبا، یعنی به این معنی که ببینید شما قسمت های هند چرا زیاد اینجا براتون رسم کرده؟ به خاطر از اینکه قسمت ها ریچلی انرویتد است، یعنی این نواحی که، یعنی مثلا این ناحیه که فرض مثال این ناحیه در قسمت برین اگر بگیری، یعنی این ناحیه دست فرض مثال چه میکنه؟ کنترل میکنه. اینمی ناحیه به مقایسه اینه این ناحیه مثلا به مقایسه البو، به مقایسه شانه که است، فایبرایی که دست کنترل میکنه بسیار زیاد در این ناحیه بوده، خوب سه ریچ لینرویتد بوده که ناحیه را کنترل کرده، کنترل میکنه، به خاطر کلان برتن رسم کرده. این رفا میدیم چرا کلان رسم کرده بعضی دایشه؟ آه یعنی فایبر هایی که نوایی را کنترل میکنه در این قسمت خاطر انرویشن زیادش آه زیاد انرویشن زیادش جا خوب ریچلی انرویتید بوده به او حساب. خب این حالا ببینین در قسمت اپر اکستریمیتی، یکی اپر اکستریمیتی یکی روی، یکی روی، یکی اپر اکستریمیتی که دوست میه، اپر اکستریمیتی، اپر اکستریمیتی، یکی هم فیس میه، یکی هم فیس. این متوجه باشین دکتر سیبا، این نواحی است که توسط آرتری ام سی ای چی میشه؟ سپلای میشه، یا میدل سربرال آرتری نواحی چی میشه؟ سپلای میشه. خب در فیس خوانا ببینید دکتر سیبا، جا میه، تانگ میه، لپس میه، آیلیت میه، آیبال میه، برو میه، نک میه، تم میه، اندکس میه، میدل رنگ کلی دوستا کارا برتون رسم کرده. تو این نواحی گفتم زیاد انرویشن زیاد داره، بیچ قصای زیاده نگرفته دکتر سیبا. هند باز قسمت لیتل فینگر، رنگ میدل فینگر، اندکس، تم، یک مکمل دوست نیستم اینا؟ دوست است نه؟ مکمل دنایی دیدین شما چه قریجن زیاده گرفته، خوب سه ریش لینرویتی دست بر دستم کلان اجا رسم کرده. دیگه پایین که آمدین ببین در روی مثلا زبان گرفته، تانگ گرفته، جا را گرفته، لبا را گرفته، فرض مثال آیلی ده گرفته، چشم گرفته، این قسمت ها که هست مکمل باز از توسط ام سی ای که میدل سریبرال آرتری میشه سپلای میشه. یک مقدار در قسمت های چی قرار داره؟ یک مقدار در قسمت های لترال لقم چی داره؟ قرار داره. این توسط چی میشه سپلای میشه؟ توسط ام سی ای سپلای میشه. اینال من از دکتر سبتیق پرسان کنم، اگر اینمی ریژنی که ام سی ای او را سپلای کرده، اینی ریژنی که ام سی ای ای را سپلای کرده، اگر اینمی جا استروک بخره، ضعیفی در کدام قسمت بدن به وجود میه؟ اگر فرض مثال اگه رایت باشه، اگر رایت سربرال همیسفر باشد، قسمت هایی که یا تریتوری یا نوایی که ام سی ای او را سپلای میکنم مثلا استروک کرده، خب ضعیفی یا ویکنیز در کجا به وجود میه؟ طرف چپ می افتاد، دست طرف چپ چپ و در کجا؟ طرف چپ روی. آه در دست چپ به وجود میاد و در روی میتونه چی کنه؟ ضعیفی به وجود بیاد دکتر سیب، متوجه هستین؟
ایره در ذهنتان بگیرین، میتونه در این قسمت ضعیفی به وجود بیاید. دیگه خب اینا پی سی ای می باشه که پی سی ای در پی سی ای استروک یک چیز یادتان باشه. چی میتونه دکتر زیب اگه پی سی ای استروک بخوره؟ ناحیه که به نام ویژوال کورتکس بود یا مثلا کالکارین کورتکس بود. کجا کورتکسی چی داشتیم؟ نه یک مرکزی بینایی داشتیم. آیا مرکزی بینایی در قسمت های توسط پی سی ای سپلای نمیشد؟ نواحی بینایی؟ بله استاد، در اوکسیپیتال لوب بود. آه در اوکسیپیتال لوب که سپلای شمدتن شما در پی سی ای سپلای اوکسیپیتال لوب یادتان باشه که اوکسیپیتال لوب چی میکنه؟ سپلای میکنه و در اوجا باز ما یک ویژوال کورتکس داشتیم یا کالکارین کورتکس داشتیم یا یک فیلد چی بود؟ یک فیلدی بود که در اوجا ویژن چی میشد. اگر امین نواحی فرض مثال پی سی ای خراب شود آیا ویژن امپیر نمیشه دکتر سی؟ بلایندنس تشکیل نمیشه؟ چشم باز میباشه چیزی رو نمیبینه. ایره چه قسم بلایندنس میگه؟ کورتیکال بلایندنس میگه. چی میگه؟ کورتیکال کورتیکال بلایندنس یعنی کورتکس یا بینایی که از خراب شده، چشم باز می چیزا نمیبینی، او کورتیکال بلایند نیز میباشه. درست است؟ ایرم در نظر داشته باشی. ببینید دکتر سیبا، عین چیزی که برای موتور هامانکولاس است عین چیز برای سنسوری هامانکولاس است، کدام تفاوتی نداره دکتر سیب؟ صحیح عین چیز، عین ریژنکا، عین ریژنکا، یعنی به این معنی که سنسیشنش هم بدن ما شما برای سنسیشن از این نواحی هم ما شما در قسمت های مغز مثل که یک مپ یا نقشه باشد که باز بدن های ما شما رو در این قسمت های مغز رسم کرده، یعنی سنسیشنش هم چی میکنه؟ کنترل میکنه. درست است؟ یعنی سنسیشنش به این نواحی میاد. درست است؟ گرفتین را؟ عین چیز، یعنی برای لاور اکستریمیتی همون همو قسمت میباشه، دیگه باز برای قسمت های اپر اکستریمیتی هم رابا و فیس باز قسمت هایی میباشه که توسطی ام سی ای چی میشه؟ سپلای میشه. ایرم در ذهن تا باشه. ایرم چی بود؟ هامون کلاس. هامون کلاس به نظرم کدام چی رو میگه؟ هامون کلاس کس میفهمه چی رو میگه؟ هامون کلاس یعنی انگلیسیش چی معنا میده؟ هدف ما است هامون کلاس یعنی که قسمت های از بدن ما شما رو بالای سربرال کورتکس رسم کرده، نمی رو هامون کلاس میگه. نمیفهمه کسی دیگه چی معنا میده در انگلیسی. خب هامانکولاس آدمک معنا میده یا نه؟ خب بیاین بله استاد، آدم خورد آدم خورده نمیده یک چیز معنا میده دیگه، نمیفهم. خب بیاین اینا رو خیر اصول مفهوم شاید بگیریم در حساب تیبی مدیکل. ببینید سربل آرتری ها رو در اینجا براتان گفته، پیشتر هم گفتم یک ایسی ای بود، یک رنگ نشان داده براتان، یک قسمت برین نشان داده، یکی هم دیگه ام سی ای بود که به این رنگ نشان داده شده، یکی پی سی اس که به این رنگ نشان. من رنگا رو قدر نمیفهم دکتر، سیبین زرد است پایینش صحیح است. خب اینا ببینین براتون چی گفته. ای سی ای که هسته یا انتریور سربرال آرتری کجا سپلای میکنه؟ بیشتر میگه قسمت های انتریوری مغز سپلای میکنه، امرا با قسمت هایی که در میدیال میباشه، در قسمت های به طرف میدل بدن میباشه، در قسمت های اونسی میباشه، انترو میدیال میگه، در برین سرفیس هاشه سپلای میکنه. اینم ام سی اس که قسمت های لترال سپلای میکنه، و دیگه پی سی اس که بیشتر قسمت های پوستریوری بدن یا قسمت های انفیریور سرفیس هایی که در برین هست ایره چی میکنه؟ سپلای میکنه. این ریژن هایی است که سپلای میشه توسط سربرال آرتری. بعد نار همه گیشه شما در قسمت سرکل آف ویلیز میخوانید، شما باید بفهمید مثلا ای سی اس که جامعه، مثلا ام سی اس که جامعه، پی سی اس که جامعه. کس میفهمه که امین از که جامعه یا نمیفهمه؟ از چی میه؟ انترنال کاروتید آرتری. ای سی و ام سی کاروتید آرتری میه. یعنی پی سی ایش باز کجا میه؟ از بازی درمه. ورتبرال. ورتبرال. آه از بازی درمه. یعنی ورتبرال ها کردوش یک جا میشه بازیلر میسازه. باز از بازیلر یک شبه بنام پی سی ای میبرای. متوجه باشین سعید. ورتبرال مستقیم نمه از ورتبرال. چون از ورتبرال باز دیگه چیزا میآید. صحیح است؟ مثلا پایکا میآید، انتریور اسپاینال آرتری میآید. صحیح است؟ بزرگ خیر از دست سرکل اف ویلس میخوانیم، اما قدر بفهمید سه سرور آرتری بسیار مهم است. یکی ای سی ای میگه، یکی ام سی ای میگه، یکی پی سی ای میگه. شما هر کدامش نامش یاد داشته باشین اول، و بعد از باز اوریجینیشن از اینا که از کدام نواحی چی میشه اوریجینیت میشه، از کدام آرتری اوریجینیت میشه. دو دانه اول ای سی ام سی ای که از آی سی ای میگه، از اینترنال کاروتید آرتری میگه، و پی سی ایش باز از بازیلر آرتری چی میگیره منشأ میگیره. باز پی سی ایش گفتم و ارتباط بودین با اکسیپیتال لوب، هر زمانی که اگر این نواحی استروک ببینم میتونه که بلایندنس تشکیل شه و بلایندنس شم کورتیکال بلایندنس هسته، چون در کورتکس چی میشه خرابی به وجود میاد، در کورتکس ویژوال. خب بیاین انال بالای واترشد زونز یکم صحبت میکنیم. واترشد کدام نواحی بود دکتر سید مرتضی؟
دکتر سپورتازو جان واترشید کدام نواحی بود؟ نواحی واترشید؟ ما قبلا هم خوانده بودیم. نه مثلا بیبینه دو نواحی واترشید در چی هم خوانده بودیم؟ چی میگه دو بود؟ نواهی چی بود؟ گاستروینتستینال بود؟ چی بود؟ نواهی بود که توسط ناحیه دستل دارتری سپلای میشد و معروض آفرین به اسکیمی میبود. آفرین، معروض به ایسکیمی بود. اینه میبینه قسمتی بود که در بین دو آرتری قرار گرفته بود، بین دو شعبات دو آرتری قرار گرفته بود. او نواهی نواهی بود که سوسپتیبل بود به ایسکیمیا. اما تو بود دکتر سبتیق دستل آرتری چی میشه؟ سپلای میشد. مثلا شما میشه که یک چند نواهی را در برین نام بگیرین. در خود برین مثلا چیزی ما برین هست، نه اما موضوع بحثی شما برین هست که بسیار در اسکیمی سوسپتیبل بود. چی کدام نوایی بود؟ یکی کورتکس بود، نه اما تو بود یکی بعضی از قسمت های کورتکس بود. دیگه چی بود؟ یعنی یک دونه شما چی دادم دیگه چی بود؟ در هیپوکامپاس کدام قسمت بود؟ پورکینجی بود. آه نه، پورکینجی در خود سربیلوم هست. پورکینجی در کجاست دکتر سبتیق؟ آه در سربیلوم. سربیلوم روز ما شما خواندیم نه، فایبرایی که پورکینجی بود معلومات خود به کجا میداد؟ باز در دیپ نیوکلیای نمیداد. دیپ نوکلیاس در دیپ نیوکلیای میداد. نه dont eat greasy food، او یک نیمونیک داشت که اونجا باز dont توش دنتیت بود، ایتش چی بود؟ امبولیفون بود. اما تو بود نه گریسی چی بود؟ بله گلوکوز بود. باز امبولیفون چی بود؟ فاستیجیال بود. dont eat greasy food افش باز فاستیجیال نیوکلیاس بود. نه اینا به اینا میداد سایز. و بعض باز بود دنتیت به کجا میداد؟ به سوپریور سربلر پیدنکل میداد. باز به کانتر لاترال کورتکس میداد. اما تو بود یا نه؟ بله یادتان باشه خیلی سایز پرکنجی در سربلوم بود. تو هم نواهی بود که سسپتیبل بود به اسکیمیا. و دیگه از هایپوکامپاس نواهی پرمیدالش بود دکتر سبا. یادتان همیشه باشه ای، چون گپای مهم هسته. چون نواهی سه که به اسکیمی گفتم معروض است، میتونه به اسکیمی چی باشه؟ سسپتیبل باشه از قسمت های نیورون. فرض مثال در جی آی باز کدام قسمت ها بود؟ یادتان است؟ ساس ریکتو سگموی بود و اسپلینک فلکشن. آفرین، اسپلنیک فلکچر. باز اسپلنیک فلکچر بین کدام آرتری قرار داشت و اریکتو سیگمید بین کدام آرتری قرار داشت؟ آی ام ای و اس ام ای بود. اریکتو سیگمید آی چطور؟ ام ای اس ام ای اسپلینک فلکشن. آفرین، بشک. او باز از آی ام ای بود. از آفرین، بین شعبات دو دانه آی ام برانچ آی ام ای. دو دانه برانش آی ام ای را بین شعباتش میتونست قرار بگیره. این را در ذهنتون باشه، چون رکتو سگمویید که از بین خود شعبات آی ام ای است. اما بالا که ما شما اسپلنیک فلکچر میگیم، فلکچر میگیم، او باز بین اس ام ای میباشه و بین آی ام ای میباشه. این در ذهنتون باشه. نال بین واتر شت زونایی که در قسمت های برین ما شما داریم یک بین چی قرار داره؟ همین چیزی که بیشتر دکتر سب سایزاده گفتن بین دو دانه آرتری میباشه. خب در برین باز ما میجر آرتری ها داشتیم، نه ای سی ای داشتیم، ام سی ای داشتیم و پی سی ای نداشتیم پیشتر که براتون گفتم. آه داشتیم. واترشید چی از واترشید نوایی است که بین ای سی ای و ام سی ای قرار داره، یعنی نوایی که بین ام سی ای و ای سی ای می باشه و یا هم نوایی که بین ام سی ای و پی سی ای می باشه. این رو نوایی چی میگه؟ نوایی واترشید میگه. یکی است دکتر سیب نوایی واترشید، یک دیگه نوایی واترشید هم است. یک نوایی واترشید بین شعبات سوپرفیشیال ام سی ای و بین شعبات دی بی ام سی ای است. یعنی بعضی از نواحی که از بین سپلای میشه توسط شعبات سوپرفیشیال ام سی ای، بعضی نواحی دیپ هستن، بعضی نواحی دیپ می باشه و ریژنی که در بین نواحی سوپرفیشیال و دیپ در برین قرار میگیرن که توسط ام سی ای سپلای میشه، اون نواحی هم میتونه نواحی واتر شید باشه. پس شما یاد گرفتین یک نواحی واتر شید ریژن هایی می باشه که بین ای سی ای و ام سی ای و بین ام سی ای و پی سی ای است. یکی هم نواحی سوپرفیشیال و دیپ است، نواحی که در بین سوپرفیشیال و دیپ است که توسط ام سی سپلای میشه، اون نواحی هم میتونه معروض به اسکیمی باشه. این در ذهنتون بین برتون نوشته کردم است. این نواحی که است بین ریژن بین این نواحی ای سی سپلای میکرد، این نواحی را آیا ام سی سپلای نمیکرد؟ سپلای میکرد نه. ریژنی که بین هر دو قرار میگیره، ریژنی که بین ای سی قرار میگیره و ام سی قرار میگیره، تریتوری که بین ای سی قرار میگیره و ام سی واتر شید میباشه در دو طرف، یا مثلا ای سی اس این طرف هم ام سی اس. اینا رو باز ام سی این ریژنی که توسط ام سی سپلای میشه ایسته و این قسمت باز قسمت های چی است؟ قسمت های پوستریور مو برین میباشه که توسط پی سی اس سپلای میشه. گفتم ریژنی که بین ام سی ای، ام سی ای ان ای بود، ان ای قسمت ها و بین پی سی ای قرار داشت که این ناحیه میباشه در دو طرف، یا مناحیه واتر شید تشکیل میده. دیگه گفتم که این اینترنال باردر زونا میباشه که بین شعبات
امسیه قرار داره، که شبات سپرفیشیال که سپر فیش قسمت های سطحی که در برین است او را سپلای میکنه، و قسمت های دیپ برین است. باز ریژن که در بین هر دو نایی سپرفیشیال و دیپ قرار میگیره، اون هم میتونه سوسپتیبل و اسکیمی باشه. متوجه باشید مگر نایی واترشید که از میتونه نوایی برای چی باشه؟ برای برین میتاستاز باشه. برین میتاستاز در کدام جنکشن صورت میگیره؟ The white and grammar junction. آه ایره یاد بگیرین، the white and gray matter junction که از میتانیس متاستازا باشه. صحیح است؟ متاستازا مالتیپل بود یا سنگولر؟ Multiple. مالتیپل می باشه. نیم و در بخش پاتولوژی یک مقدار ما شما خواندیم که بعضی از بیسیگار هم مطالعه کردیم. خب میگه این نوعی که از به انفارکشن معروض است به خاطر میگه هایپو پرفیوژن، هر زمانی که سیویر هایپو پرفیوژن باشه، چون این نوعی بین دو قسمت های دستل قرار میگیره، میتونه در این قسمت ها خون نرسه، یا فرض مثال بین سوپرفیشال دیپ میتونه در سیویر هایپو پرفیوژن خون نرسه، به او خاطر اون میتونه چی رو وجود بیاره؟ انفارکشن ها را تشکیل بده. اون نوعی چی شود دوچاری انفارکشن و نکروز های تفاوت داره؟ نه دیگه نه، میتونیم انفارکشن هم بگیم، میتونیم بگیم مجرات خراب میشنه یا نیکروز میکنن به این شکل. این حال ببینید یک چیز برای تا بسیار جالب است. گفته مگر ریژنی که بین ACA و MCA قرار داره یک از نوایی واترشید بود یا نبود؟ بود. هر زمانی که در بیس سیویر هایپوپرفیوژن اگر به انفارکشن مواجه شود چی را به وجود میاره؟ من این بارل سندروم تشکیل میده، من این بارل سندروم تشکیل میده. اما تسنه ببینید یعنی ACA قسمت های میدیال همیسفیر سپلای میکرد یا نه؟ اما تو بطه؟ بله خصوص ام سی که جایی سپلای میکرد قسمت های لترال همیسفیر برین سپلای نمیکرد؟ لترال لترال سپلای میکرد، سپلای میکرد. خب این حال ای سی ای ای سی ای ناهیه که سپلای میکرد در برین در سریبرال کورتکس، اون اینمو کورتکس ما شما کدام نواهی بدن ما شما را میتونست کنترول بکنه؟ پای ما شما را نه، لاور اکستریمیتی، لاور اکستریمیتی را میتونست کنترول بکنه. صحیح است؟ ام سی ای ما شما را کجا را کنترول میکرد؟ اپر اکستریمیتی جمع فیس، جمع فیس، اپر اکستریمیتی جمع فیس. این حال بیرین این ناحیه که از بین از دو ناحیه از دکتر زیب، خب؟ یعنی بین از دو ناحیه می باشه که هم توسط ای سی ای میتونه خون شما بگیره، هم توسط ام سی ای میتونه چی بگیره؟ خون بگیره. این حال هر زمانی که اینمیت یک انفارکشن در ریژن بین از دو آرتریک واترشید زون می باشه، صحیح است؟ اگر انفارک شوه سندروم را که تشکیل میده من این بارل سندروم است. من این بارل سندروم چی معنا میده؟ کس میفهمه؟ ما یک نفر از نه ببین شما یک نفر بندازی در بین بیلر، بیلر در بندازی هم تو میشه معنا میده دکتر سبتی؟ بله استاد. ما نفر در چی باشه؟ در سرش مثلا تو یک نفر چی کنی تخمین کو تو باز از کلش بیلر تل کو در بین چیزش بانه، یعنی در قسمت هایش بانه بالا مثلا سرش هستن. در من این بارل سندروم چی از دکتر سب؟ در من این بارل سندروم که از شما اگر یک چیز تخمین بکنین، شما میبینین پایش آزاد میبانه، فیتش آزاد میبانه، مثلا دستش کشال از دستش آزاد میبانه، فیسش این تک، یعنی به این معنی که یعنی قسمت ها ضعیف نمیشه، رویش ضعیف نمیشه دیگه، دستش هندش ضعیف نمیشه، فیتش هم ضعیف نمیشه دیگه، بقیه قسمت های بدنش ضعیف میشه. اینو میگم من این بارل سندروم. اینا فهمیدین من این برال چی را میگن؟ تو بیلر تخمین بگو دوستش آزاد میبانه، پایش هم آزاد میبانه. عکس شای نشان بتم برتان باشه که اگه عکسش باشه در میجا عکس نشان بتم در چی؟ در چی میگه؟ در امباز انترنت امباز فکر نکنم ایت یک چیز را داشته باشه بود. بازم یک چک میگنم امبازم. نه نه امباز نداره، امباز نداشته. بیایش این حالی من در اینجا چی کنم؟ هم باز یک پای چی رو ندارم. خب این رو دیدین من این برال سندروم هم؟ این تا یک پای میدیدین؟ نفر رو میبینین خودین چو چه آدم این رو ببینین جوی برش یک مثل یک برال بر یک چیز انداخته شده، میبینین که پایش آزاد است، یعنی به این مانا این ای ضعیف نیست، این قسمت هایش فیتش ضعیف نیست، هندش ضعیف نیست، این قسمتش آزاد است، این روی ضعیف نیست. در من این برال سندروم که هسته ضعیفی نمی ضعیفی می باشه، پروگزیمال لیم ویکنس می باشه، قسمت های پروگزیمال لیم می تانه ویک شوه، قسمت های پروگزیمال لیم. اما قسمت های دستال مثلا ببینید قسمت های دستال لیم یعنی پایا می باشه، یا مثلا در قسمت های اپر اکستریمیتی قسمت های دستالش دستایش می باشه و دیگه روهش ای اما چیزش انتکت هسته ضعیف نمیشه. یه نمیگه من این برال سندروم دیگه، میگه اینه نایه بین پی سی ای و ام سی ایست که میتونه کورتیکل بلایندنس بوده. متوجه باشید میتونه در دو طرف کورتیکل بلایندنس تشکیل بوده، یعنی واتر شید ایریا که اگر وجود داره بین این دو دانه
رژن دیدان آرتری که میجور هستن، اگر اینا به طرف انفاکشن برای می واتر شد ایریا، باز میتونه که چی را به وجود بیاره؟ میتونه که کورتیکال بلایندنس در دو طرف چی کنه؟ تشکیل بده. این را در ذهنتان بگیرید. بیاین بالای سرکل آف ویلیس. کی خوش داره سرکل آف ویلیس؟ دکتر فاطمه شما خوش دارین این درس؟ یاد دارین؟ آزاد خوش است. خوب است. خوب است. نه آسان است. کسی بخونه آسان میشه. کس نخونه باز مشکل میباشه. کی در بالای قبلا معلومات داره؟ از قبل معلومات داره. در بالای سرکل آف ویلیس. ویدیو یک روز گذاشته دیده بودم دمی باز میشه شیر کنم در گروپ وزاد خوب شد تشریح کرد آسان یک دقیقی اینجا زیاد مردم ها ویدیو میسازه. بله ها ویدیو های هسته که خوب هسته. آدم عکسایش از طرف عکس کار بگیر ببین براتون، ما بسیار به شکل ساده براتون میگم. درست است سرکل آف ویلیس که هسته در حقیقت دو سرکیولیشن ایره میسازه. سرکل آف ویلیس اینجا براتون گفته یکی انتریور سرکیولیشن میسازه. ببینید شما دیگه براتون رسم کرده، یک انتریور سرکیولیشن سرکل آف ویلیس میسازه، یکی هم پوستریور سرکیولیشن ایره تشکیل میده. یعنی دو سرکیولیشن است. اینا رو باید بفهمین که شما در تشکیل ویلیس از انتریور سرکیولیشن کدام آرتری دی داخل است مینلی، و از پوستریور سرکیولیشن کدام آرتری دی داخل است. از پوستریور سرکیولیشن کدام آرتری داخل به شما نظرتان؟ ورتبرال آرتری داخل است. ورتبرال آرتری انتریور و پوستریور نظر به موقعیت بدن است. از انتریور سرکیولیشن باز انترنال کاروتید آرتری داخل است. انترنال کاروتید آرتری یعنی به این معنی که یعنی کل سرکل آف ویلز از برانش های زی تشکیل میشه، از برانش های آی سی ای انترنال کاروتید آرتری و از برانش های ورتبرال آرتری تشکیل میشه. اینا لیجا رو متوجه باشین دکتر سی. ببینین طرف اوبلیک لاترال ویو آف دی بادی، ببینین این قسمت گاز شما میفهمین قسمت از مغز که میبره، ببخشید از قلب که میبره، یا سندینگ اورتا سمتوس. بله یعنی آورتیک آرت نمیشه. میشه گارد میشه، باز پایین نمیده میشه، نه باز پایین که شده دیسندینگ اورتا میشه، تراسیک دیسندینگ اورتا. سعی است باز اگر پایخی از چی تیر شوه از یک لیول بود، نه تیر میشه در دایفرام از یک هیاتوس داشت به نام ایورتیک هیاتوس. در کدام لیول بود؟ در لیول تی 12 بود. تی 12 بود وقتی که پایین میشد دیگه باز نامش ابدامینال ایورتا میشد. باز از ابدامینال ایورتا چقدر شبهات دیگه وجود میگرفه، هم شبهاتی که مثلا به شکل کپل ترمش اوریجینیت میشد، هم شبهاتی که به شکل سنگولار بود یک یک دونه ای می برآمد. خب اینا رو ببینید دکتر سیوا، اینی از برخیوسفالیک ترانک گفتم، ببخشید از این ایورتیک آرش گفتم، در طرف راست برخیوسفالیک ترانک منشأ میگیره. در طرف راست ما شما از طرف راستش ببینید برخیو سفالیک ترنگ منشأ میگیره. در طرف چپ باز شما میبینید که لفت کامن کاروتید آرتری میباشه که بالا میره و لفت سب کلاویان میباشه. لفت سب کلاویان میباشه که باز پایین میره. چی میشه دکتر سه؟ اکزلری آرتری نمیشه سب کلاویان که پایین رفت؟ میشه اکزلری باز همون تو پایین میباشه. اکزلری میشه. خب این حال ببینید پس به این معنی که در طرف چپ ما شما لفت کامن کاروتید داشتیم که لفت کامن کاروتید بود که بالا میرفت، باز ای باز با کاروتید های انترنال و اکسترنال در طرف چپ شبات میداد. یعنی رایت ببخشین آت لفت میشد، لفت اکسترنال میشد و لفت انترنال کاروتید آرتری میشد. اما در طرف راست که از باز به شکل یک ترانک میبره، برخی سفالیک ترانک، باز اینمی ترانک باز تقسیمات میکنه. تقسیمات کرد در طرف راست ما شما رایت سب کلاویان میشه، در طرف بالا که از باز رایت کامن کاروتید میشه که کامن کاروتید یعنی کامن است. بازی تقسیمات کنم به اینترنال و هم به اکسترنال طرف راست ما شما باز بالا میشه. ببینید ایناله از امی سبکلاویان ما شما، از امی سبکلاویان یک از شبات عزیز ورتبرال آرتری است. یعنی ورتبرال آرتری که پوستریور سرکیولیشن سرکل اف ویلس هم از کجا می از سبکلاویان و از هر دو طرف از سبکلاویان می. ببینید شما این خطک براتون رسم که نیست ورتبرال است، این هم ورتبرال است چون ده پشت سر از پشت سر منشأ گرفته. نظر این نفر بینیش این قسمت است، این نظر به کامن کاروتیدی که ما شما داریم. ببینید شما نظر به اینترنال کاروتیدایی که بازی تشکیل میده، نه شبات چی بود اینترنال کاروتید این ایناست دکتر سیما. میبینید اینترنال کاروتید این ایناست، کدامش در پیش قرار داره؟ اینترنال کاروتید در پیش قرار داره یا ورتبرال در انتریور قرار داره؟ کدامش ای سی ای او ای سی ای در انتریور قرار داره؟ نمیدونید در انتریور سرکولیشن آی سی ای است، در ورتبرال آرتری چون در پشت سر قرار داره در پوستریور سرکیولیشن ایسته. اینو ببینین این قسمت ورتبرال آرتری وقتی که بالا بره یک آرتری دیگر هم میسازه. هر دو دانش که از دو طرف با هم یک جا میشه، ورتبرال آرتری طرف راست و چپ با هم که یک جا میشه فیوز میشه. فیوز که شد نامش بزیلا
آرتری میشه، باز بزل آرتری داخل میشه. این حال باز از این قسمت های دیگه باز کامن کارات انترنال کارات آرتری می باشه که باز از این دو طرف شعبات چه میگیره منشأ میگیره. گفتیم دو شعبه که خیلی مهم است از این منشأ میگیره چی بود؟ ACA و MCA نبود؟ همون تو بود نه؟ ACA و MCA بود. پس شما دیگه یک مقدار فهمیدید. یعنی پوستریور سرکولیشن هات برتان به این رنگ نشان داده، به این رنگ برتان نشان داده پوستریور سرکولیشن. انتریور سرکولیشن که از اینترنال کاروتید منشأ میگیره، این اینترنال کاروتید از دکتر سی که از این منشأ میگیره. ببین شما هم ای سی ای گفتم منشأ میگیره که یک میجر برانچ از بعد هم ام سی ای منشأ میگیره، میدل سر سربرال آرتری منشأ میگیره از دو طرف، هم این طرفش هم از راستش هم از چپش. ببینید از طرف چپش هم لفت ای سی ای میبره و از طرف چپش هم لفت ام سی ای میبره، از راستش هم رایت ای سی ای و رایت ام سی ای از چی میکنه میبره. خب پس برای شما پیدا شد دیگه، دو دانه سرکولیشن است در سرکل آف ویلس که تشکیل میده، یک انتریورش که انترنال کاروتید آرتری تشکیل میده که باز از این خود شعبات میبره، و دیگه باز پوستریورش ورتبرال آرتری تشکیل میده که ورتبرال آرتری خودش هم شعبه سب کلاویان است که از دو طرف باز ببینید شما پایین ببینید ورتبرال آرتری ها که سب کلاویان منشأ گرفته هر دو در دو طرف با هم فیوز میشه، وقتی که فیوز شده فازیلا را میسازه. اینا رو ببینید قبل از اینکه فازیلا را بسازه کدام شعبات میده، شعباتی که میده ببینید یک پایکار میده، یا از ورتبرال میبره. یادتان باشه دکتر سیبی شعبات از کجا میبره؟ یادتان باشه پس اون کارتان میه. این شعبه یک شعبه ای که از ورتبرال میبره قبل از اینکه با هم فیوژن شه و یک جا بشه و بازیلر رو تشکیل بده، یکی پایکا است. پایکا میگه پایکا چی است؟ پوستریور آیشم اینفریور سربلر، متوجه باشین سربلر آرتری میباشه. این پایکا است از این میبره در دو طرف، در دو طرف سربلر سربیلوم، بله آبا سربیلوم سپلای میکنه. و دیگه باز یک شعبه که دیگه که از هر دو طرف یعنی از برانشک های پزیلر مثلا از ورتبرال ببخشن، از ورتبرال یکی برانش میبره یک از این برانش میبره با هم یک جا میشه، یک آرتری رو تشکیل میده به نام انتریور اسپاینال آرتری که در قسمت های میدیال اسپاینال کورتی چی میکنه؟ ران میکنه، ران میشه یا هم حرکت میکنه، این رو تشکیل میده. این هم شعبه چی هست؟ شعبه ورتبرال است. پس دو شعبه ورتبرال در شما یاد گرفتین، یک پایکا یک هم انتیر اسپاینال، و بعد از بازی فیوز که شد بازیلر تشکیل میده. این حالا از بازیلر با شعبات میبره، ببینین یک شعبه که از بازیلر میبره این نیست دکتر سید، این ای میباشه در دو طرف آیکا میباشه. آیکا ان ایش انتریور ایش انفریور سیش سربلر آرتری می باشه، یا آیکا میگه انتریور انفریور سربلر آرتری. یک شعبه چی شد؟ بزیلر. دیگه شعبهش که از دو طرف می بره مستقیم که بزیلر تشکیل می ده، شعبه های پونتاین است، اینه پونتاین آرتری میگه. پونتاین اشاره به چی داره؟ اشاره به پونس نداره، اما تسنه اشاره به پونس داره. شما ببینید در این قسمت هم برتان وقتی که یک جا میشه این نهایه پونس می باشه در سریبیلوم، درست است؟ ای و پونس می رو دکتر سی. و بعض باز یک شعبه دیگه هم می ده، شعبه دیگه که است ACS است که سوپریور سربلر آرتری می باشه. باز یک شعبه که بیخی باز شعبه فاینالش می باشه PCA است که PCA یا پوستریور سربرال آرتری می باشه. به می خاطر برتان گفتم وقتی که ICA ما ICA رو میگیم از این دو شعبه می بره، از اون میجر آرتری هایی که در برین ما شماست، یکی ACS یکی MCS. این حال پی سی اش از کجا میبره؟ پی سی اش از بازیلر میبره. شما پی سی رو باز اسپیر بکنید که از پی سی باز از کجا میبره؟ از بازیلر میبره. این از بازیلر برامد. این بود در پوستریور سرکیولیشن، گپایی که در پوستریور سرکیولیشن وجود داشت. پس شعبه بازیلر شما دیدین که زیاد شعبات داد، این آیکا داد، پونتاین داد، ای سی ای داد و پی سی ای داد. این حال میبینیم در انتریور سرکیولیشن، در انتریور سرکولیشن مین آرتری که هست آی سی ای می باشه یا اینترنال کاروتید آرتری می باشه. از اینترنال کاروتید آرتری هم در دو طرف ای سی ای می بره، یعنی این آی سی ای است انتریور سربرال آرتری که هم تو بالا می روه. شما گفتین پیشتر نه قسمت هایی که اما قسمت های انترو میدیال بود برای سپلای می کرد، یا مثلا پی سی ای قسمت هایی که پوستریور و اینفریور که در سرفیس آف برین بود برای سپلای می کرد، سایس ام سی قسمت های لترال سپلای میکرد. خب این حال آی سی ای که هستم، آی سی ای که از باز از شعبه که برام اومد در سه شعبه دو طرف که میبره ام سی ای میبره، یک از آی سی ای گیره میگن میدل سربرال آرتری، یک شعبه دیگه که بالا میبره ای سی ای در دو طرف ای سی ای. پس به خاطر گفتم ای سی ای و ام سی ای شعبات چی از اینترنال کاروتید آرتری میباشن. و یک شعبه که دیگه هم میبره از این قسمت اینترنال کاروتید به جز از دو شعبه میجور، یک شعبه که دیگه هم میبره که میره به نام انتریور کرویدال آرتری یاد میکنه، از هم از طرفش میبره هم از طرف راست و چپ میتونه چه شعبه ای برانش شعبه انتریور کرویدال آرتری که یک چیز مهمی نیست، اما بفهمیم که شعبه چی است آی سی ای میباشه. این حال ببینن از خود ام سی ای باز ببین از خود ام سی ای در دو طرف شعباتی که میبره به نام لنتیکلو
استرایت می باشه. نامش یست؟ لنتیکولو استرایت می باشه. ایک چیزی به نام لکونور استرو کس شنیده؟ کس در جریان پانتون ایک چیزی به نام لکونور استرو شنیده؟ یا نشنیده دکتر سیبو؟ آه ایره شنیده. لکونور بسیار جای خورده خورده میده دکتر سیبو. لکونور آه لکونا بسیار جای خورد است. بیشتر کسایی که مثلا هایپرتنشن داره به شکل کرونیک یا کاندیشن دی ام داره، دیابتیس ملایتوس داره، در اونا میتونه در بیس از این کاندیشن ها لیپو هایلونایزیس آف در لنتیکول استراید آرتری صورت بگیره. این لنتیکول استراید آرتری که شبات بسیار خورد خوردک می باشه، درست است؟ میتونه باز لکونا رو ستروک بوده ستروک بوده، این رو با هم دیگه ارتباط بتین. در اینجا باز شما یادتان میبانه گردوش با ال شروع میشه، لنتیکول استراید آرتری و لکونار. خود لنتیکول استراید آرتری ها میباشه شعبه ام سی اس در میدل سربرال آرتریز در دو طرف که اینا بیشتر هم قسمت های بیزل گنگلیا رو سپلای میکنه، مثلا پوتامین و دیگه گلوبوس پالیدوس یک مقدار از کاردیت هم میتونه این هایی چی کنه سپلای کنه. ایده ذهنتان باشه که باز با لکونار استروک ارتباط بتین، که استروک بیشتر در کسایی که کرونیک هایپرتنشن داره و کسایی که دی ام داره میتونه به وجود بیاره. ما میکانیزم و فانکشنش هم لیپو هایلو نایدس میباشه که پس باز انشاءالله در درسای پاتولوژی ایره ما بیشتر میخوانیم. سعیسته ایره یاد گرفتین. اینا لبین یک چیز دیگر هم براتون میگم. ببینید دکتر سیبا، اینی قسمت که به نام آی سی ای میباشه که انتریور سرکولیشن هم حساب، اینی قسمت ما شما که پی سی ای میباشه که شعبه اخیری بزیلر نبود دکتر سیب؟ پی سی ای بود نه؟ توسط یک آرتری کمیونیکیت میشه که منام پیکا میاد میکنه، پوستریور کمیونیکیتنگ آرتری. به چی معنا؟ یعنی به این معنا که اینمی پیکا هم در طرف راست و هم در طرف چپ ما شما انتریور سرکولیشن با پوستریور سرکولیشن ارتباط میده. پس ببینید شما نقاطی که انتریور سرکولیشن با پوستریور سرکولیشن ارتباط پیدا میکنه توسط چی؟ توسط چی میکن انتباط پیدا میکن؟ توسط پیکام. توسط پیکام. پیکام. پس انتریور با پوستریور توسط پیکام ارتباط پیدا میکن. ما همیجا یک چیز دیگر براتون میخوام یاد بدم، در همیجا یاد بگیریم. ما انیوریزم داریم نه؟ پیکام انیوریزم، هر زمانی که پیکام انیوریزم با وجود بیاد دکتر سیب میتونه کرانیال نرف تریپل سی بوده. دکتر سلیمال اگر پیکام انیوریزم تشکیل شود، مثلا یک کس پیکام انیوریزم داشته باشه، دو میتونه پلسی کدام کرانیال نرو به وجود بیاد؟ کرانیال دکتر سبتیق پلسی کدام کرانیال نرو؟ کرانیال نرو 3. کرانیال نرو 3 که آکیولو موتور نرو می باشه، این میتونه وظیفه شوه امپیر شوه. باز چی میگن؟ بلون پیوپل. آیا اوکولومتور که شبات پاراسمپاتیک نداشت؟ داشت. شبات پاراسمپاتیکش چی میکرد؟ آیا باعث از این نمیشد که مایوزیس تشکیل بده؟ حالا ای موومنت چی میکرد؟ موومنت هم بود دکتر سیب و شبات چی هم داشت؟ پاراسمپاتیک هم داشت، یعنی عضلاتی که ما در چشم داشتیم عضلات چی بود؟ نه عضلاتی که اکستراکیولر بود اونها رو هم سپلای میکرد، اکثریتش سپلای میکرد. جز کدام عضلات؟ یک جز لاترال رکتوس که توسط ابدوشنز او سپلای میشد و سوپریور ابلیک که توسط تراکلر سپلای میشد. یادتان است این دو دانه که به نام ما سلفات خواندیم و ال آر 6 خواندیم، یادتان بود؟ یک نمونیک براتون داده بودم گفتم جز از همین دو عضله که اکستراکیولر می باشه دیگه تمامی عضلات چشم شما توسط کرانیال نرو 3 که آکیولو موتور نرو می باشه سپلای میشه، جز ال آر 6 ایره نمونی که یاد بگیریم و سلفیت. اینه اس او 4 سلفیت نخواهدین در کیمیا؟ بله خواهدین نه. اینه ال آر 6 این لاترال اکتوس توسط کرانیال نرو 6 که ابدوشنس می باشه سیز کش میکنه، ابدوشنس تبیده میکنه، کش میکنه از طرف میدیال و طرف لترال کش میکنه. این سلفیت هدف ما سوپریور آبلیک است که توسط کرالیلر وی فور که منام تراکلیر می باشد چی میشه؟ سپلای میشه، چشم به طرف پایین کش میکنه سوپری رابلیک دکتر سیب، درست است؟ خب اینا دکتر سیب ببینین جز از این گفتم تمام عضلات توسط کرالیلر وی تری یک و از طرف دیگه کرالیلر وی تری که از فایبرهای پاراسمپاتیک داره، فایبرهای پاراسمپاتیکش میتونه چی کنه؟ باعث مایوزیس شود، پاراسمپاتیک باعث چی میشه؟ مایوزیس میشه. اگر همین پلسیش به وجود بیاد آیا مایوزیس کدام میتونه؟ نه دیگه دایلت نه بانه بلون نمی بانه، یعنی بلون پیوپیل نمیگیره وقتی که اگر کلان شوه
ببینید بدن ما شما که از بین سمپاتیک و پاراسمپاتیک یک رقابت است که بدن در حالت یک چیز در نایر در حالت تعادل قرار میده. مثلا اگر دوش کار میکنه فرض مثال نمیبونه که زیاد چی شود، یک طرف پاراسمپاتیک کار میکنه یک طرف سمپاتیک. بله این حال وقتی که اگر اینمی یکش اگر او طرف شود مثلا در بیس پیکا منیروزم میتونه که از کرانیال پالسی های که تشکیل شود. بخاطر چی رو براتون گفتم؟ چون در امتحان است. گفتم ما میشه یاد بگیریم که باز در جای دیگه باز شاید فرض مثال یک چند چیز دیگه هم داشین گزی شاید علاوه باشه، اما این یک چیزی خوبش هست. خب دیگه ببینید در خود انمی انتریور سرکیولیشن ما شما که از آی سی ای اوریجینیت میشد، انتریور سرکیولیشن که از اینا خودشان باز توسط در دو طرف، در دو طرفی خود دو طرف داشت، نه گفتم طرف راست و چپ داشت، طرف دو طرف باز توسط چی کنک میشه؟ در انتریور سرکیولیشن طرف راست و چپش توسط ایکام یا توسط anterior communicating artery چی میشد؟ supply میشد. اما تو بود نه؟ بله. توسط ازی چی میشه؟ supply میشه. این رو یاد گرفتین انشاءالله. مشکل خدایی ندارین. این برای کی مشکل بود؟ برای کی مشکل بود؟ همی برانش برای کس مشکل نیست نه؟ فقط یک نامش باید یادتان باشه و بعد از او باز شعبات یادتان باشه دیگه. اینه یک اناتومیز دیگه مثلا آسان از کتابی فرسید باز در پانتون که از یک کم مثلا در گری باز دانه دانه مثلا فرض مثال ریژنک هایش هم میگه چی میگه برای ما کم مشکل است. برای ما یاد نکردیم، یعنی در وقتش هم یاد نکرده بودم حالیم تا بالم یاد نکردیم سعیز. اما اینه یک چیزی که در فرسید گفته ایره ما یاد کردیم به خاطر از این که برام جالب تمام میشه. من میتونم با استفاده از این مثلا بعضی از پاتولوژی ها که هست اگام گپای که هست من یک مقدار خودم تخمین بکنم. اما تسنی دکتر سایبا یعنی برای ما شما این هم قدر به نظرم کفایت میکنه اگر ما شما ایره درست هست؟ بله اضافه ایش خوب میکنه. اضافه ایش باز یک مقدار چی میکنه؟ یک مقدار گنز میکنه. آدم نه از این میشه نه از اون میشه. وقتی زیاد معلومات قرار گرفتی من میخاطر دکتر سیبا یک چیزی را که همیشه اسکیپ بکنین زیاد منبع استفاده نکنین دکتر سیب، خصوصا برای امتحاناتتان. کسایی که زیاد منبع استفاده میکنه اونا ناموفق میبوشن. مثلا یک کس میگیره 40 منبع، مثلا 3 منبع، 4 منبع، 5 منبع استفاده میکنه. به خاطر از اینکه خوش است که من یاد نگیرم ولی اگه از هیچ کدام بشه برناوت میشه. به خاطر از اینکه زیاد است دیگه اون مثلا یک درس باید در یک ساعت بخونه و در پنج ساعت میخونه در پنج جای اونم در پنج طریقه گفته شده دیگه. پس اینمی مین سورسی که برای امتحان ایسیمیلیس فرسید از دکتر سیب هر چیزی رو که بخونی باید تو فرسید یک دفعه منحص یک شارت نوت باید تا همیشه رو تکرار بکنی. این حال شما اینمی رو تکرار میکنین دیگه، اینمی رو باید بخونین همیشه، باید اینمی رو باید خوب سه یاد بگیرین در ذهنتون باشه. ساینزاکار هم بخونیم دکتر سیب، دورال وینس ساینزا رو بخونیم نه؟ بله استاد. دورال وینس ساینزا رو میخونیم باز چی میگیم؟ سه ساینزا چی از دکتر سیبا؟ اول بفهمیم که ساینزا در کجا موقعیت دارم. چی میگن؟ همین خود کلمه دورال نگفته؟ دورال گفته. قسمت دوراست. در قسمت دوراست به ایمان. اینمی ساینزای ما شما که است در قسمت دورا میباشه. وینس خب اینو میفهمه دیگه ساینزا که از آیا ای ساینزا وینه درین نمیکنه؟ اویه های یا مثلا وریدایی که در مغز است ایره درین نمیکنه؟ همون را درین میکنه؟ آیا ایره درین میکنه؟ دیگه چی را درین میکنه دکتر سبتیق؟ یک چیز دیگه هم گفته بودیم که درین میشد در پتوی سی ای سی گفته بودیم چی درین میشد دی؟ یا تان رخ؟ او جما پتوی سی ای سی براتان گفتم که کروید پلاکسوس سی ای سی میسازه. بازی سی اس اف که ساخته شد در لترال ونتریکال از طریق فورامن اف مونرو میاد در ترد ونتریکال، باز از ترد ونتریکال از طریق سربرال اکویداکت میره و در فورت ونتریکال، باز دو فورت ونتریکال دو دانه چی داشت لوشکا و میجندی داشت، از دو طریق می اومد در سب اورکونید اسپیس. از سب اورکونید اسپیس سی اس اف کجا جذب میشد؟ سب اورکونید ویلای میشه. در سب اورکونید گرانولیشن، در گرانولیشن ها آرک نوید گرانولیشن یا آرک نوید ویلای میگفتیم، هر دویش گفتم میتونستیم در این جذب میشد. باز از اینجا که جذب میشد در کجا میرفت؟ در ساینس میرفت. در کجا میرفت دکتر سی؟ در ساینس ها میرفت. یعنی ساینس ها پس که از جای سکی هم خون واردی مغز درین میشده ای هم سی اس اف درین میشه دکتر سی در ساینس ها. و موقعیت از ساینزا که از در دورا است. در دورا متوجه باشین دو قسمت داره. دورا چند قسمت داره؟ دو قسمت داره. یکی قسمت اندو آستیال دورا می باشه. ببینید یک قسمت اندو آستیال دورا می باشه.
این دو آستیال یکی هم قسمت های میننجیالی دورا می باشد. خودش میننج از دیگه دو ترسید. یعنی هدف ما از دورای که طرف بالا استخوان نیست، بالاتر از دورا یعنی کدام چیز دیگه است. میننجیال می تشبیه به استخوان. آه بله آه. یعنی به این معنی که به خاطر را چی بگن، یک طبقه شد چون دو طرف بالا رقم است این داستیال گفته، یک طرف دیگهش به طرف پایین میمینین جیال گفته. اینا که از بین اینمی دو لیر قرار داره، دورا ساینس ها که است، ببخشن ساینس ها که از بین دو لیر در خود دورا قرار داره، به خاطر کلمه دورا را براتون گفته. و گفتم اینمی ساینس ها چیزی را که درین میکنه که وینی سرپرال وینای ما شما را یا خونی وریدی که در مغز است اورا درین میکنه، یک دیگه سی اس اف درین میکنه، یک دیگه باید یاد داشته باشین. اینا من اکثر کسایی رو یاد نداره که شما اورا یاد بین. و پتوی سی اس اف براتون گفتم چگونه تشکیل میشه. بالاخره در سب آرکنوید سپیس در ما آرکنوید گرانولیشن یا ویلای داریم جذب میشه، باز جذب شد بالاخره اینا مو آرکنوید ویلای ها که از طرف یزی باز چه شده است، جذب خود تخلیه میکنه طرف چی، طرف ساینال. اینا متوجه باید باشین. سعی زینم براتون در بالا میگه فزاده و ایجا هم اینا رو ببینید دکتر سی بینیمی ساینس ها که بالاخره فرض مثال از سریبرال وین گرفت خونه و از سی اس اف هم گرفت درین شد، بالاخره خودش در کجا درین میشه؟ بالاخره خودش در انترنال جوگولر وین درین میشه دکتر سی. کل اگه ساینس های ما شما بالاخره در انترنال جوگولر وین چه میشه؟ درین میشه. ایجا بریم ما ساینس ها رو گفته چه زیاد است ببینید چقدر زیاد است. در بالا ببینید اگه ما ساینس که داریم سوپریور ساجیتال ساینس است، این سوپریور ساجیتال ساینس میگه. این می ساینس که است می یک ساینس دیگه داریم به نام کانفلوئنس اف ساینس دی درن میشه، این را در ذهنتون بگیرید. دیگه ما یک ساینس دیگه داریم به نام استریت ساینس، این استریت ساینس میگه. خود ساینس استریت که است از دو ساینس دیگه تشکیل میشه که انفریور ساجیتال ساینس است به خاطر اینکه سوپریور شده بالا داشتی. یک هم دیگه گالین میباشه، وینی گالین، گالین وین میباشه. هر دو با هم گالین وین این است و این انفیریور ساجیتال ساینس است. هر دو با هم که یک جا میشه استریت میشه، از استریت هم میاد کانفلوئنس چه میکنن درین میشه. اینو متوجه باشین کانفلوئنس واسه یک ساینس مهم بوده که از بالا سوپریور ساجیتال آمد و این دو دانه دیگه که یک جا کات خود استریت ساخت، استریت هم دیگه آمد. و دیگه اینجا یک اکسیپیتال ساینس داره دکتر سیوین، یک ساینس است به نام اکسیپیتال، اکسیپیتال هم میاد کانفلوئنس خودم میندازه. پس در کانفلوئنس ساینس چند دانه ساینس دیگه درین شد؟ چند ساینس درین شد؟ سه دانه. بالا سوپریور ساجیتال ساینس، از اینجا استریت آمد و از اینجا اکسیپیتال آمد. خب اینا الان یکی درین شد، نه اینمی کانفلوئنس اف ساینس ساخت. کانفلوئنس به نظر میاد که اجتماع ساینس هم یک گپ منو میگه. اینا الان این پیش میره، این خودش دیگه جا درین میشه کانفلوئنس. کانفلوئنس که از ترانسورس ساینس درین میشه. خود کانفلوئنس که از ترانسورس ساینس درین میشه. خب اینا لی ترانسورس ساینس وقتی که پیش میره و نامش سگمه ساینس میاد دکتر سید. سگمه ساینس که از در حقیقت ادامه ازی هست. ادامه ترانسورس ساینس است. پیش کی شد. اینا لی این سگمه ساینس باز بالاخره به انترنال جوگولار وین تخلیه میشه. به خاطر یک کلمه کوتاه گفتیم که ساینزا سربرال وین تخلیه میکنه همراه با سی اس اف. باز خود ساینس بالاخره در انترنال جوگولار وین چی میشه؟ درین میشه. در انترنال جوگولار وین چه میشه درن میشه. یک ساینس دیگه هم داشتین شما قبلا هم یک مقدار دوبارهش خوانده بودین، کاورن ساینس یادتون است؟ کاورن ساینس ببینید دکتر سیبا، اینه کاورن ساینس که براتون نشان دادم میتونه از اسفینو پاریتال ساینس تشکیل شه. یک ساینس از به نام اسفینو پاریتال ای بالاخره کانورنوس ساینس تشکیل میده. یعنی ساینس کاورن است کجا بود یادتون نیست؟ در کجا بود کاورن ساینس متوقع هم باز چی کنم شما جواب بدین؟ ساینس کاورنس خوانده بودین دکتر سیب در کجا بود کاورنس ساینس؟ آه در اطراف پیتویتری گلند نبود دکتر سیبتیر؟ بله استاد بله. آه در اطراف پیتویتری گلند بود، من قبلا براتون گفته بودم. اینه یادتان آمد ببینین باشه نمیلی بلاشو گم کنم کار گمش کنم. آه ببینین این اتصال اینه چی بود امی پیتویتری گلند بالا کدام استخوان بود؟ والله سلا تورسیکا. نه سلا تورسیکا بود. سلا تورسیکا مربوط به سفینویت بون است نه؟ اینا رو ببینید انمی کاورنوس ساینس که برتانی به شکل آبی رقم یک رنگکان نشان داده، یکی از در قص راوند کرده یا احاطه کرده. کدام گلنده؟ کدام گلنده؟ آه خدای نخامی یا پیتویتری گلنده چی کرده؟ اطرافش گرفته، هم طرف راست هم طرف چپ. و برتان اگه یادتان باشه گفتم در کاورنوس ساینس که است بعضی از ساختمان ها از قسمت میدیالش تیر میشه، بعضی از ساختمان ها از قسمت لترالش تیر میشه. ببینید قسمت هایی که از میدیال کاورنوس ساینس تیر میشه، یکی اگه آرتریز به میخاطر به رنگ سرخ برتان نشان داده. کدام آرتری باشه به نظر؟ انترنال کاروتید آرتریز. چی هست؟
اینترنال کاروتید. اینترنال کاروتید است که در اطرافش هم فایبرهای پاراسمپاتیک داره دکتر صاحب. و این زرد کی است دکتر صاحب؟ این زوج چندم باشه به نظرتان؟ تا قسمت های میدیال کاورن ساینس کی است؟ کدام کورونل نرو است؟ سکس. چند است؟ ببینید سکس. چش. چش هم چی یاد میکنن؟ ابدوشنس. ابدوشنس موتور است نه؟ ابدوشنس نر کرانیال نرو موتور است. کدام عضله را میتونه سپلای کنه؟ برتان ال ریکتوس ال آر سکس برتان دوجا کشیدم ال آر سکس. اینا ببین بعضی از ساختمان ها که از خود دو ساختمان دمیدیال بود پس اینم قیاد گرفتیم دو ساختمان دمیدیال. اینا چند ساختمان دیگه باز لترال کاورن ساینس نمیشه سیس کاورن ساینس مثلا ببین عصب عصب چی از سیس تا اوکولو موتور میشه باز پایین سه باز پایین به ترتیب 4 میشه 4 تراکلیار میشه باز این قسمت زوج ترایجمینال میشه دو دانه آخرش که یکش وی 1 میشه که افتالمیک است یکش وی 2 میشه که چی ماکسیلری میشه ماکسیلری نه اینا رو که از باز در قسمت های لترال چه قرار داره باز پایین وی 3 چیزا نداره دیگه وی 6 ببخشید کرانیال وی 6 است که در قسمت های میدیال میشه اینم در ذهنتون بگیرین که مهم است بعضن میشه که باز از امی آناتومی شما را چی کنه پرسان میکنه یکی ما باز وین ساینس ترامبوز داریم ترامبوز چی معنی میده دکتر سه به ایمانو که یک در بیسی کدام کاندیشن ترامبوز تشکیل میشه هایپر کوگل استیت باشه نه یک هایپر کوگل بل استیت باشه در بیس از اون میتونه که ترامبوز ها در قسمت ساینس هم تشکیل شود در کنار از یکی میتونه دیگه نوایی بدن ترامبوز به وجود بیا یک از نوایی امیسته مثلا در پرگننسی میتونه اسوسییشن داشته باشه میتونه در بیس او سی پی اگر یادتان باشه ما گفتم همین پرگننسی او سی پی که است در حالت استروژن زیاد میشه و استروژن کلاتینگ فاکتور را سنتز زیاد نمیکرد زیاد میکنه یاد میکنه کلاتینگ فاکتور رو وقتی زیاد کنه میتونه ریسک یک هایپر کوگولبل استیت تشکیل بده یا فاکتور 5 لایدن تا فاکتور 5 لایدن میوتیشن چرا به وجود میاد مثلا ما پروتینی که یا موجنی که این کلاتینگ فاکتور که یک پروتین است ایرا میساخت اگر دو میوتیشن باشه باز در مقابل کدام پروتین دیگه رزیست میکرد تخریب نمیشد فاکتور 5 ایرا کدام پروتین تخریب میکرد پروتین سی بود آفرین پروتین سی اینا وقتی که اگر دمی پروتینی دمی کلاتنگ فاکتور 5 اگر میوتیشن باشه آیا پروتین سی تخریب کنه میتونه ایره یا در مقابل تخریب بشه باید فاکتور 5 رزیستانس نشان بده 5 رزیستانس نشان بده وقتی که رزیستانس نشان بده یعنی فعال معنا میده وقتی که فعال باشه علاقه تشکیل نمیده تشکیل میده یعنی در فاکتور 5 لودی میتونه دیویدیم بده تو نیست دیگه دیو ترومبوز میتونه بده دیوینه ماشون میتونه یک از نوای دیگه که ترومبوز بوده میتونه وینس ها و ساینس ها باشه دیگه گپی نیست دیگه در قسمت میتونه چی بوده متوجه باشه سیس اینا رو ببینین این مثلا تبیز از این کاندیشن ها میتونه وینس ساینس ترومبوز بوده خب اینا اگر وینس ساینس ها اگر ترومبوز داشته باشه آیا آی سی پی بالا نمیره دکتر سیب خاطر ناجن پیر نمیشه دمش میشه دمیج میشه آه دریناش که وقتی که ام پی ار شد دیگه خب معلوم داره دیگه آی سی پی بالا میره اگه آی سی پی بالا بره و در نفر مثلا سردردی ها میتونه تشکیل شه در بیس از این میتونه سیجر به وجود بیاره میتونه پاپیلیدما بوده در فندوسکوپی میتونه اف ان دی بوده یا فوکال نیورولوژیک دفیسیت میتونه بوده نه میتونه اف ان دی بوده خب این کاندیشن ها رو میتونه به وجود بیاره صحیح سه متوجه باشید در وینس ساینس ترامبوز میتونه آی سی پی بالا بره و کاندیشن های که اسوسییشن داشت یعنی کاندیشن هاست که یا به شکل خلاص میشه که هایپر کواغولیبل استیت شما زینتان بگیرید خب اینم بردان سریبرال وینا رو نشان داده که مکمل کلگیش میره و ده ساینس ها تخلیه میشه با ساینس دیگه میره مکمل به جوگولر وین تخلیه میشه به انترنال جوگولر وین خب دکتر سیبا خیلی موفق باشین سلامت باشین انشاءالله که اناتومی ها را به شکل خوب بخونین که اینه اناتومی ها را که اگه به شکل خوبش خوندین باز میتونین که در پاتولوژی یک کم دوستان بالا باشه دیگه آسانه انشاءالله انشاءالله گوش میکنیم که آسان بسازیم دیگه توکل به خدا دیگه موفق باشین دکتر سیبا زنده باشین به امید موفق بودایی بیشتر شکر استاد زنده باشین سلامت باشین الله نگهدار